به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما توی ایران نباشد تن من مبا بدین بوم و بر زندگی تن مبا بدین بوم و بر زندگی تن و با من دوست دار شادیم دل بسته آزادیم ایرانیم ایرانی ایرانیم ایرانی من دشمن ویرانیم دل داده آبادیم ایرانیم ایرانی ایرانیم ایرانی این خاک پاک ایرانه مهد عشق و ایمانه آهای دشمن ساده نشو این سرزمین شیرانه سرزمین شیرانه بچه بود و مثل من زد به سپاه دشمن و افراسیاب و نفره کرد زد به سپاه دشمن و افراسیاب و نفره کرد افراسیاب و نفره کرد اینجا نگین عالمه هرچی ازش بگم کمه توی هر کوی و برزنش هزار تا رخش و رستمه توی هر کوی و برزنش هزار تا رخش و رستمه توی هر کوی و برزنش هزار تا رخش و رستمه هزار تا رخش و رستمه کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو یکی داستان است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به خشم اگر مرگ داد است بیداد چیست ز داد این همه بانگ و فریاد چیست همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در راز باز شکاریم یک سر همه پیش مرگ شکاریم یک سر همه پیش مرگ سر زیر تاج و سر زیر ترگ باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد ناوک غم بر دلم از سینه تا سوفار دارد ای سبا تهمینه را از من ببر یک دم پیامی از سمنگان تا به زابل ناله های زار دارد قصه سهراب و رستم پند باشد تا بدانی چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد کنون رزمه
اگر آشنی دستی این هم شنو یکی داستان است بر آب چشم دل نازک از رستم آید خشم دل نازک از رستم آید کران بر شما سرمستر داستان در نظر دوستان داستان به آنجا رسید که در نخستین کشتی رستم سهراب رو فریفت و جان سالم به در برد. بیامد به چشمه سر و تن بشست به پیش جهان آفرین شد نخست گفت یزدان کیوان خدیو یا جانم را بگیر یا به نبرد سهراب پیروزم کن همان زور خواهم که از آغاز کار مرا دادی ای پاک پروردگار صدای شیهه سمند برگشت سپند آسا پرید به گرده رخش وزان آب خور شد به جای نبرد پرندیشه بودش دل و روی زرد گفت تورانی ایست بست دهنه به دهنه سمند خدنگ مارکش با مار شد جفت قضا هم خنده زد هم آفرین گفت پدر و پسر روبرو شدند سهراب رستم رو نگریست چون این گفت که ای رست از چنگ شیر جدا ماندی از زخم شیر دلیر چرا آمدی باز پیشم بگوی سوی راستی چون نتابی تو روی رستم گفت خاموش برای کشتی آماده باش
دیگر باره اسبان ببستند سخت، دامن یلی زدند به کمر، اسلحه سنگین از خود دور کردند، یکی یک خنجر برای سر بریدن، یک کمند برای بغل بستن، پاها چپ و راست مقابل یک دیگر در کشتی به روی هم باز کردند. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هر آنگه که خشم آورد بخت شوم، کند سنگ خارا به کردار موم. سرافراز سهراب با زور دست، تو گفتی سپهر بلندش ببست. از اینجا به بعد از نظر میتونم بگم احساسی در توانم نیست که این بخش رو ادامه بدم. بیش از 15 سال هست، اونهایی که برنامه های من رو دنبال کردن میدونن که دیگه نزدیک به 16 سال هست که دارم به شاهنامه و فردوسی خدمت میکنم، ولی هر زمان که به این صحنه شروع کشتی دوم و نبرد آخر رستم و سهراب پدر و پسر میرسم، ناخودآگاه متوقف میشم و در داستان رو به روی خودم میبندم که این فرزند کشی یا جوان کشی رو تاب ندارم و دلم طاقت نداره. فردوسی هوشمندانه مسئله مرگ و زندگی رو به میون میکشه. پهلوانان و دستندرکاران این داستان، این سوگ حماسه، همه با استواری و سرسختی گرم کار خودشونند. خود فردوسی هم حیرت اندوهگینی داره از سیر این وقایع و رویدادها. زنده یاد مرشد عباس ضریری اصفهانی، نقال نامدار معاصر، نقال اهل اصفهان، میگوید که من به هنگام نقل سهراب کشی یک دامن اشک و یک من زر میگرفتم از حضار. یعنی هم میگریستند هم به نقال پاداش میدادند. جالب هست که مردم با این که میدونستند که سهراب به دست رستم کشته خواهد شد، شب قبل از سهراب کشی به در خانه نقال میرفتند و با دادن هدیه و پیشکشی از نقال تقاضا میکردند که سهراب رو نکشه. یادی هم بکنم از مرشد سید مصطفی سعیدی، سعیدی بروجردی، اهل روستای یک دانگه بروجرد، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. بسیار پای نقل ایشان نشستم. چندین سال پیش از مرشد سعیدی شنیدم این داستان رو که میگفت 35 سال هست که هر سال ماه یک بار در روستای خودشون مجلس سهراب کشی برگزار میکنه. میگوید که هر سال ماه یک بار مجلس سهراب کشی دارم و هر سال مستمعینی که 35 سال از پای نقلم بودند چنان متأثر و گریان میشن که انگار اولین بار از داستان رو میشنوند. و یادی هم بکنم از زنده یاد مرشد ولی الله ترابی که همه سالهایی که پای نقل، پای پرده، پای مجالس سخنوریش بودم و نشستم، هر زمان به وقت سهراب کشی از چنان قدرت و صلابت کلام و حرکات او متأثر و حیران می شدم که هر بار انگار اول بار هست که این نقل سهراب کشی رو می شنوم و می بینم. ادامه داستان رو واگذار می کنم به مرشد ترابی. اول ز همه مردم دانا رخصت، از اهل کمال و اهل معنا رخصت. بی رخصت ارباب وفا دم نزنم، از تخت زمین تا به ثریا رخصت. دو رزم جو چو سوی یک دگر کمان کشدا، زبی مرغ دل پردلان فغان کشدا. برای آن که دمی کار در امان کشدا، حریف تب به گل کشتیم زبان کشدا. ولیک منت رخصت ز نکتدان کشدا. این شما
و این مجلس سهراب کشی نقل مرشد ولی الله ترابی. عرض کنیم از رستم. رستم بیا اومد به چشمه سر و تن بشست، بشد پاک در پیش یزدان نخست. همی گفت کی داور ماه و هور، فزاینده دانش فر و زور، یزدان پاک یا به نورد سهراب پیروزم کن یا جانم را بگیر. همان زور خواهم که از آغاز کار مرا دادی ای پاک پروردگار. یه وقت سمند سهراب رخش دید یکش یه کشید، رخش هم یکش یه کشید. رستم پیچید سر مدبر کمر، ابلغ سهراب دید پاشد سواق رو به رخش اینطوری پیچید جلو سهراب تورانی ایست. رستم بست دهنه به دهنه رخش. این پدر و پسر اینجا روبرو شدن هیچ کی اینجا نیست. الله به دست من زمین خوردی و فرار کردی. کشتی دوم ما بین من و تو هست. سهراب گفت الله زکف بفگن این تیر و شمشیر کی، بزن چنگ بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو به پهلوی هم، به می تازه داریم روی دوشم. من خیلی تو را دوست دارم. ز نام تو کردم بسی جستجو، نگفتن با من تو با من بگو. رستم گفت کشتی دوام. سهراب گفت مرد بیا از این کشتی صرف نظر کن. کشتی؟ سهراب گفت مرد دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد. از این کشتی بگذر. کشتی؟ چون پرخاش کرد. سهراب گفت ببین این دفعه امانت نمیدم. ببستن بر سنگ اسب نبرد، دهنه اسبا رو بستم به این سنگای بزرگ مثل دو ببر. رفتن عقب اومدن جلو، رستم یه مرتبه حمله کرد. سهراب کف گرگیش اومد تو پیشونی رستم، به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوابوله کمر. تو گویی دو پیلن آهنجگر، زدن کله بر کله یک دگر. سپهدار سهراب اون زور دست و گفتی که چرخ بلندش ببس. قمین گشت رستم بیازی چنگ گرفت اون برایال جنگی پلنگ. این دوتا دست آورد اینجای سهراب، اینجاش هم گذاشت اینجای سهراب. ات سهراب تلاش میکنه چنگ و بال حریف خودش را آزاد کنه، تو گیره آهنی گیر کرده. رستم دید سهراب واقعا سهرابه، همین طور در کلاش ان رستم یه پیکن زد به سهراب اینطوری. بس اینجای سهراب اینطوری خوردن زمین. سر رستم این بر، سر سهراب این بر. سهراب آمد به پیچه، برق خنجر طهمورث دیبند رستم. یه دست دومنش گرفت. به پیشید از اون پس یکی آه کرد. زنی که بدن دیش کوتاه
بدو گفت کیم بر من از من رسید. زمانه به دست تو دادم کلید، دوبارت امون دادم از کارزار، به پیریت بخشیدم ای نام دار. اما تو به من رحم نکردی، پدرم خبر بشه جگرت در میاره. از این نامداران و گردن کشان کسی هم برد هوی رستم نشان. چه بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمم برش چیره گشت. بزد نعره و خونش آمد به جوش، بدو گفت با ناله و با خروش، بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان، که رستم منم. گفت پدرت هوی، چقدر به تو التماس کرد، کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه ببینیم تن روشنم، به بازون بر مهره خود نگر. رستم خنجر گذاشت اینجا، لباس را پاره کرد، چشمش افتاد به اون مهره‌ای که داده بود به تهمینه، دست انداخت زیر گردن بچهش، این قد مثل سرف، میوه دلم سهراب برومندم، مرگ بر من تو را کشتم. این صورت برد پایین، یه بوسه زد به این گونه بچهش. گیف گیف برو برو به کیکابوس بگو بچه همه کشتم، نوش دارو بده. گیف رفت و برگشت، گفت میگه داشتم دادم به یه چینی ندارم. گفت بیا بیا سر بچم ره بز روزانوت. گیو آمد سر سهراب ره به دامن گرفت، رستم خودش از جا پا شد، اومد گفت کیکاووس بچم کشتم، نوش دارو بده. انداخ رستم گرفت رسید دی سهراب تمام کرد. پسرم یزدان پاک چه گویم، چه آگه شود مادرش. اومد بدن بلند کنه، دیدین کمرش قدرت نداره، با اون هبه و دبدبه زانو زد. اما گوش کن، گفت ای ماه لالب رویم صبر کن تا که ببینم رویت. من نگویم مرو ای ماه برو، لیک قدری بر من راه برو، تا ببینم قد و بالای تو را، تا کنم سیر تماشای تو را. پسرم تو ندانی که چه آمد به سرم، آخه کمی آهسته برو. همین آهسته برو، آخه من پدرم. باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد، ناوک غم بر دلم از سینه تا سوفار دارد. ای سبا تحمین لا از من ببر یک دم، پیامی از سمنگل تا به زابل ناله های زار باشد. قصه سهراب و رستم پند باشد تا بدان، چرخ بازیگر
از این بازیچه ها بسیار دارم. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارم. نفس مرشد حقه. قدیم رسم بوده بعد از مجلس سهراب کشی هر کس خونبهای سهراب رو به عنوان خلعت یا هدیه به مرشد میداد. سنت ها رو فراموش نکنی. چونینند ایرانیان، چونینند گردان و جنگاوران. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.